کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری نخستین گزارش این نهاد را درباره چگونگی استخراج معادن و قراردادهای معادن در کشور پخش کرد. بر بنیاد این گزارش، گروه‌های مسلح غیرقانونی یا اشخاص وابسته به آنان در استخراج معادن دست دارند و مقام‌های محلی و نیز نهادهای مختلف دولتی به آنکه صلاحیت قانونی داشته باشند در گردآوری عواید از معدنکاران دخیل هستند. هنوز هم ملاحظات سیاسی هم در بخش اعطای قراردادها و هم در بخش ادامه کار بعض قراردادی ها وجود دارد. و گفته این نهاد روند ناروشن و طولانی امضای قراردادها که زمینه را برای مداخله های بیرونی فراهم می سازد از کلانترین آسیب هایی است که سبب فساد اداری در وزارت معادن و حیف و میل درآمدهای این بخش می شود. باید دولت یو آسیب پذیری و که چه دست یو قانون جور که چه جوابگوی دی آلاتو من گل نور مملکتون قانون نسو وارد کوای قانون باید دی افغانستان واقعیتو سر یا مشکلات حل لاره پیدا کرد. این نهاد، طالبان، گروه‌های مسلح غیرقانونی، شماری از نمایندگان شورای ملی و حتی برخی از نهادهای دولتی را در کار قاچاق و کندنکاری‌های معادن در کشور دخیل می‌داند. قاچاق و اینا را که ما می‌گیم بدون همکاری بعضی نهادها، بعضی نهادهای دولتی این نمی‌تونه انجام شود که تنها طالبان یا مخالفین مسلح کار کنند. در گزارش زمون د پیشنهادات و په اساس معنی چې مونږ کوم وړاندیزونه درلودل و کوم برخو کې چې مونږ هغه خپل دریزونه درلودل هغه موږ سره مونږ شریک کړل، نه یوازې هغه په پام کې نه دي نیول شوي بلکې هغه له پامه غورځول شوي دي. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی این گزارش را بر بنیاد مطالعه 60 قرارداد پیشین و 9 قرارداد در حال جریان، 266 مصاحبه و بیش از 350 مصاحبه شونده در 9 ولایت انجام داده است.